و همراه هستیم با منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم همراه ما هستند. آقای امیر، نتانیاهو با اداره غزه توسط تشکیلات خودگردان فلسطینی مخالفت کرده. این موضع نخست وزیر اسرائیل با سیاست اعلام شده دولت آمریکا در خصوص این موضوع در تضاد هستش. ارزیابی شما چه هست؟ دلایل این مخالفت دقیقاً چه میتونه باشه؟ ببینید، آقای نتانیاهو از هنگامی که به قدرت رسید بر این باور بود که حکومت خودگردان فلسطینی اگه بخواد بر مناطقی مسلط باشه که در مرز اسرائیل قرار داره، امنیت این کشور رو به شدت به خطر میاندازه و به همین علت هم از روز اول با برپایی حکومت خودگردان مخالفت ورزید و بعد هم گفت البته من با دو کشور برای دو ملت موافق هستم، ولی به شرط اینکه حکومت خودگردان ارتش نداشته باشه، نیروهای مسلح نداشته باشه، به خاطر اینکه امنیت اسرائیل رو به شدت به خطر خواهد انداخت. حالا آقای محمود عباس هم بدون قید و شرط حاضر نیست که بیاد بر غزه مسلط بشه. او میگوید که باید تعهد بشه که حکومت خودگردان درست بشه، اسرائیل باید شرق اورشلیم رو تحویل بده و غیره و غیره. در واقع آقای محمود عباس همه شرایطی رو که در گذشته داشته اقامه میکنه برای اینکه بیاید و مدیریت غزه رو به دست بگیره. در داخل اسرائیل هم برخی از شخصیت‌های سیاسی رژیم مثل اسموتریچ و دوستش میگویند که اسرائیل باید دوباره به غزه بازگرده، در اونجا مستقر بشه. ولی راه حلی که الان تصور میکنم که منطقی تر هست این است که مدیریت نوار غزه یا به هیئتی از کشورهای عرب سپرده بشه، مثل مصر، عربستان سعودی، امیرنشین ها و کشورهای دیگری که با اسرائیل در اردن و غیره، و یا به سازمان ملل سپرده بشه. به طور کلی اسرائیلی ها چندان تمایلی به این که دوباره به غزه بازگردن ندارن و میدونن که مدیریتش تا چه حد دشوار هست. آقای امیر، ارتش اسرائیل با توجه به نزدیک کردن تانک و سایر تجهیزات نظامیش به اطراف بیمارستان شفا، چه راهکاری برای آسیب نرسیدن به بیماران داخل بیمارستان گرفته؟ بله، ببینید، اسرائیل با یک مشکل بسیار بزرگ روبرو هست، با چند مشکل، ولی یکی از مشکلات بزرگ این است که حماس سعی میکنه با سپر بلا قرار دادن شهروندان غیر نظامی بیشترین فشار رو بر اسرائیل وارد کنه و مظلوم نمایی بکنه. در بیمارستان شفا، در واقع هم بیمارستان و هم ستاد مرکزی و عمده حماس در غزه است و اسرائیل میخواهد که این رو تخلیه بکنه. اسرائیل قاطعانه تکذیب میکنه که ما بیمارستان رو از چهار طرف محاصره کردیم. میگوید که بخش غربی بیمارستان بازه و تمام اونهایی که در اونجا پناه گرفتن میتونن خارج بشن. با رؤسای بیمارستان تلفنی در تماس هستیم، حاضریم که بیماران دشوار رو ما خودمون منتقل بکنیم. ایتالیا یک کشتی بیمارستانی فرستاده میشه، اونها رو به اونجا منتقل کرد. هدف اسرائیل آنگونه که میگویند آزار رساندن به بیماران نیست، بلکه میخواهند که ساختمان خالی بشه که بتونن عملیات نظامی رو علیه مسلحان حماس انجام بدن، بدون اینکه به جان غیر نظامیان به ویژه بیماران و غیره آسیبی وارد بشه. ما دیدیم و ثابت شد که حماس برای مظلوم نمایی می آید، بیمارستان ها، مدارس، مساجد و کودکستان ها رو عملا به پایگاه های خودش مبدل می کنه تا ظاهرن اسرائیل نتوانه، جرأت نکنه که به اونها حمله بکنه. آقای امیر، مقامات اسرائیل بارها عنوان کردن که هدف اصلیشون نابودی ریشه‌ای و کامل حماس هستش در این جنگ. فکر میکنین که اسرائیل با چه چالش‌هایی برای این نابودی، اون هدفی که به دنبالش هستن برای رسیدن به اون هدف،
با چه چالش هایی روبرو باشن؟ اصولا نابودی کامل حماس اصلا امکان پذیره؟ مسلماً نه، مسلماً نه. شما فکر رو نمیتونید نابود بکنید. حماس ریشش در اخوان المسلمین مصره. آیا اخوان المسلمین نابود شدن؟ نه، هنوز وجود دارن. ولی اون چرا که اسرائیل میخواهد انجام بده سلب قدرت نظامی و حکومتی از حماس هست که بره کنار گذاشته بشه، سران تروریست حماس کشته بشن، نیروهای نظامیشون رو از دست بدن و دیگر قدرت حکومت و حاکمیت بر غزه رو نداشته باشن که ترور رو علیه اسرائیل تکرار نکنن. همین این که آقای نتانیاهو میگوید که ما میخواییم که کنترل امنیتی غزه رو داشته باشیم، این است که بعد از اینکه حماس به کلی قدرت نظامی خودش رو از دست داد، ما نظارت کامل داشته باشیم که یک قدرت جایگزین به روی کار نخواهد آمد که دوباره اسرائیل رو با موشک ها هدف قرار بده و امنیت این کشور رو به خطر بیاندازه، اسرائیلیان رو بکشه، زنان و کودکان رو به گروگان بگیره. بله، سپاس از شما منشأ امیر، کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم همراه ما بودید.